پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال کسی را دوست دارد که وقتی کاری به او سپرده می شود به نحو احسن و درست انجام دهد. معمولا افراد صادق و درستکار خصوصیات ویژه و عمده ای دارند که از جمله می توان گفت محکم و مقاوم هستند، در برابر تمام مشکلات و موانعی که در مسیر راه از اونا پیش می آید به درستی و خوبی از او کار به در می آید. سید عبدالله فضلی را مدت بیشتر از 12 سال میشه که من تمرین بایسکل دارم، اینا را میشناسم، آدم حلیم بردبار با اصل هستن. ما آقای فضلی 11 ساله که میشناسیم، واقعا آقای فضلی بدون کدام توقعی به ورزش ایراد خدمت میکنه از دل و جان. یعنی اگه واقعیت بگیم کلان از حساب مدیا همه گذشته، خود خود چیزی که ما فکر میکنیم خود خود فدای ورزش کرده، کمی باز که زنید روش کنه. وقتایی که ما میدونیم خیلی کم بوده، تقریبا شاید 20-30 ورزشکار و بازکزان بود، حالا فضل مرحمت خود زیاد شده، شاید تعداد بازکل سوارایی که 200-300 تا عمالی باشم واقعا دل و جان خدمت میکنه برای همه تیم و فرقی هم نمیکنه. از هر لحظه که فکر میکنیم به حساب اخلاق، به حساب دوستار که تشویق میکنم، مدت زیاد که امرای ما همکاری دارم و تمرین میره. یعنی ما از این واقع مدت زیاد که سفرهای داشتیم که به کابل رفتیم، خود از اینا حتی به مزار رفتیم، یعنی از حساب اخلاق از اینا خیلی عالیه. و هر جایی که ما مشکل خوردیم خدایی، یعنی زنگ زدیم میته نشده که آقای فضلی بگه یا فردا میام یا پس فردا میام، همون وقت اومدم و بالاخره امروز هم همکاری کردم. 15-16 سال ما شناخت داره، هم دیگر دارین و 10 سال تقریبا چیزی کم یا بیشتر میشه که من خودم بازکل سواری میکنم و این مدت چیزی بعدی ما ندیدیم. اگر از اینو نظری همینه که اگر بعدی میبیدن بی مدت 17-18 سال که اینا رئیس فدراسیون هم یا ای بری بر میشدن. آدم خیلی دلسوزی، دلپاک، آدم یک رنگی هم که ما از اونو خیلی خوبی های دیدیم. بمون خاطر هم من این رشته با اسکل سواری انتخاب کردم و دو تا سفر هم خدی از اونو داشتیم، یکی از این راه قندار اینا به کابل رفتیم و یکی هم از این راه بادقیس به کابل رفتیم. مدت تقریبا از این را 15 روز طول کشید و از این را 11 روز. از اینا خیلی آدم خوبی، آدم نیکی، بردباری هم. آغاز یک شخص متواضع، شخص مهربان، شخص دلسوز و شخصی که همیشه در خدمت ورزشکاران فدراسیون خوب بوده و هسته. آدمی هست که از این کرده فکر میکنم در بین ورزش افغانستان بخصوص در سپورت یعنی بایسکل شاید در بسته افغانستان تو نفر با حوصله و بردبار و با گذشت و مثل یک مربی بسیار لایق و ورزیده پیدا کرده شاید نتونیم. اگه یک وقتی ناراحت شه تمام ناراحتی فکر کنم نیم ساعت هم نشه، بعد از اون میایم طرف به گوش میکشه. اگه وقتی چیزی هم بگه کلن ناراحتی 10 دقیقه یا نیم ساعت یا 5 دقیقه بعد از اون میایم طرف به گوش میکشه. خب ورزش برای همینه. اصلا ایت وقتای شده که درباره مسابقه شده یا دگه شده، ایت نشده که اونا بگم یا سبا یا پس فردا یا دگه، همون وقتی که تعیین شده یعنی اونا بیامدم و بالاخره یعنی همون مسابقه رو هم برگزار کردم و ایت سلنکری نکردن که اونا بگم که یا فردا نمیشه پس فردا میشه، نه، همون وقتی که دقیق شده و همون وقت هم اونا حاضر شدن. والا بد نیه، خوبه، برای از اینکه هر چیزی برای یک صبر و حوصله داره. یکی آدم به سفر خیلی دوست خوشنا میشه، میفهمه اخلاق را همه چیزی و یکی هم خیلی کسی همسایه داری کنه. از هر دو آدم همسایه رو میشناسه خیلی باشه و هم که به سفر بره. ما خود از این های مدته که سفر کردیم واقعا اخلاق خوبی داشتم، نیکو بوده، بردبار بودم و به مو شرایط با هم می ساختم.
یعنی تا نبوده کسی رو به یک چشم ببینم یا کل به یک چشم، اون سرپرست که بودم با همه یک نواخ بودم و همه کارا رو هم اونا انجام میدادم و بسیار مسئولیت هم به دوش اینا بوده و به نوع احسانی هم کار اینا انجام شده. شخصا مدت 8 ساله که به فدراسیون ریاست دارم و آغاز ریاست فدراسیون دارم، کارا اینا همیشه خیلی خوب بوده، زحمت میکشم آنچه در توان دارم و کارهایی که امکانات ما در هرات داریم انجام میدم و همگی راضی هم فکر کنم فدراسیون ما کسر ندارن که از اونا ناراضی باشن. رفتار از او بسیار محبت آمیز، صمیمانه، دوستانه بوده با ورزشکارا و حتی با مردم محل به شکل عامیانه، که همه مردم بسیار به شکل خوب صحبت میکنن، به شکل روان مشکلی که دارن او را حل میکنن. من فکر میکنم مهمترین بخش اینه که انسان بسیار پاک دله و آنچه در توان نبوده هیچ وقت دریغ نکردم برای هیچ کس. فرق بین بسکل سوار هیچ وقت ندادم، بین تیما، بین کسانی که عضو فدراسیون، همیشه همگیر با یک چشم دیدم و در کنار همگی همیشه در هر حالتی که بوده و هر شرایطی که بوده استادگی کردم. خصوصیاتی که اینو دارن با اخلاقم خیلی، یعنی بعض وقتا میشه که حتی این بچه یک ناراحتی چیزی پیش میایش ما بین دوستا و رفیقا، یعنی یک ساعته بیشتر نشده که ما بگیم برای فردای اینو ناراحت شدم یا دیگه باز فردا یا پس فردا برفتیم به تمرین باز آقای فضلیان فقط هیچ مشکلی نبوده یا دیگه نه بچه ها، یعنی واقعا از اینا راضی ام و خود من شخصا که هسته بودم 25 سال میشه که خودی از اینا سرکار دارم، که خودی از اینا میرفتیم به سفرها میرفتیم، من از اینا خودی راضی ام با اخلاق خوبی دارن. در این مدت زمانی که ما بودیم او هیچ کس را موضوع از این نبوده که یکی را از دیگر کدام موضوع منفی گرایی داشته باشه، اگر هر کسی هم که حتی کدام منفی گرایی داشته او را به راه راست راهنمایی کرده، خودش آدم صادق و وفادار است. بینندگان عزیز، شخصیتی که این هفته در برنامه تسنیم با ما هستند، محترم جناب آقای سید عبدالله فضلی، رئیس فدراسیون بایسکل رانان ولایت هرات، که کارکردها و فعالیت‌هایشان مورد توجه اطرافیان قرار گرفته و به خاطر تلاش‌ها و زحمات صادقانه خیش تونستن که رضایت اطرافیان و دوستان خود را کسب بکنند. جناب فضلی صاحب، طی صحبتی که ما با اطرافیان شما داشتیم، هر کدام بیش از 15 سال، 18 سال، 12 سال از شما شناخت داشتن، دیده میشه که بیش از نیم عمر خود را صرف ورزش کردین. چگونه بود سالیان سال در عرصه ورزش؟ اولتر از هم سلام خدمت شماست، خدمت بینندگان عزیز برنامه خوب تسنیم، و تشکر میکنم از شما که یک بار دیگه باز توجه شما باز به ورزش و رشد ورزش و توجه رسانه مردمی اصلاح که ما میتونیم یک تلویزیون فرهنگی در ولایت هرات است، تشکری کنم از دستم برکران. از راجع به ورزش، ورزش بسکیتبالی و دوستایی که نظر دادن، ما بدون همکاری دوستا و همکارای فدراسیون بسکیتبالی در این جایی که فعلا هستیم رسیده نمیتونستیم اگه همکاری از اینا نبود. ورزش، کسی که ورزش میکنه در افغانستان باید از جان مایه بگذاره، از وقت خو، از کار زندگی خو، که واقعا کار سختیه، کار امکانات به وجود صورت نیه. مردم شناخت بازی ورزش که شما میکنیم ندارن، بخصوصا ورزش هایی که در بیرونه، ورزش های عوضیه که در بیرون، مثلا بسکر رنیه، کونه وردیه، ورزش هایی که در بیرون چیز میشه، این تمرینات از در بیرونه هم میتونه تأثیرات خیلی مثبت مبین مردم داشته باشه، هم تو این ورزش جواب میکنه برای خود ورزشکارا یک مشکلات به وجود میاد که
در اثر شناخته که ندارم مردم از ورزش، ورزش های که در محیط های باز خود مشکلات خود داره. دیگه اونا نظر لطف از اینا بوده که چیزایی که گفتن با همکاری، بدون همکاری از اینا ما نمیتونستیم به زیجا برسیم. دقیقا گفتین که نظر لطف و همکاری از اونا بوده که به چنین جایگاه رسیدین. یقینا با کسی همکاری میشه، با کسی مدارا میشه که از شخص مقابل خوبی و صداقت دیده بشه، که الحمدلله در وجود شما مشاهده میشه و همگی اطرافیان شما از وجود شما و از کارکردهای شما راضی هستند. جناب فضلی صاحب، در فصل زمستان قرار داریم، آیا این اشتیاق و این علاقه به بایسکل رانی این مرزها رو میشکنه و این فصل سرما باعث نمیشه که از کار خود شما عقب نشینی بکنین یا خیر؟ ورزشکار نباید فصلی ورزشکار باشه. کسی که هر ورزشی که میکنه، اگر گفت امروز گرم و صبح باز هوا سرد میشه و باز هوا معتدل میشه، دیگه اگه میخواییم ورزشکار باشیم نباید ورزشکار فصلی باشیم. یعنی تنها در وقت بهار و خزان که هوا خوب معتدله، ما شما میدونیم که تعداد ورزشکارام زیاد میشه. اما اگر میخواییم که موفق باشیم و مثل از این که یک درخت به ما در داخل خانه خود داریم، از فصل گرما و سرما همونجا است و فعالیت از او جریان داره، ما به عنوان یک ورزشکاری که خواست باشیم نتیجه خوبی بگیریم، باید به خوب زمستانی نریم. اگه ما یک سال شش ماه هفت ماه زحمت بکشیم باز به زمستان ورزش نکنیم، پس امو نقطه سر خط آمدیم، پس به سر جای خود آمدیم. دیگه نه تنها که اشتیاق ما کم نکرده و این روزایی که شکر الحمدلله رحمت خدا بارانا شروع شده و بیرون شدن و ورزش کردن یک لذت خاصی داره، بیشتر از هوای گرم کرده، حال اشتیاق ما بیشتر که بیشتر روز جلسه تمرین ما باشه و بیرشیم به تمرین. و از همه بازکرگان های فدراسیون بازکرگانی همین ایدر دارن و همه همین پنج تیم ما بیرون میشن و تمرین های هفته بار خور دارن. بله، پس این اشتیاق و علاقه شما نسبت به وظیفه و فعالیتی که دارین هیچ مانعی باعث نمیشه که شما از کار خود دلزد بشین و یا همون رو متوقف بکنین. با یک برنامه ریزی منظم ما میتونیم به زمستان هم تمرین داشته باشیم، به تابستان هم، به خزان هم. دیگه همو مثلا باسکلرانا به تابستان به جاده تمرین میکنن، باز به زمستان که میشه باز اینا باسکل های کویستانی دارن با ارتفاعات خوب در شمال ایراد وجود داره که همه میتونن پیر و جوان از اینا استفاده کنن. بسیار نزدیک و فاصله کمی از شهر میتونن اونجا از هوا و آب و هوای از اون منطقه تا پیاده روی یا با باسکل از اون استفاده کنن. با یک پوشش کم گرمتره و برنی های کاله هست از استفاده کنن، بپوشم به بیرو بیروشم و از این هوا فضا استفاده کنم و ما یک جامعه سالمی، یک شهر سالمی داشته باشیم که کمتر به دواخانه و پیش دکتر بره. بله انشاءالله. جناب فضلی صاحب، همچنان طی بررسی و دیدی که ما از شخصیت شما و برنامه های شما داشتیم، سفرهای بسیار زیادی داشتیم در طول دوران ورزشی خود و در این سفرها حتما چالش ها و به هر حال یک سری موارد در مسیر راه ایجاد میشه برای شما و یا هم وزش باد زیاد باعث خستگی میشه. در همون لحظه شما تنها چیزی که فکر میکردین چی بوده؟ مقصد و هدف شما چی بوده؟ یعنی دیدگاه شما بر روی چی استوار بود؟ ما آخرین سفر که خود من در رو همسر گروپ همون سفر بودم، سفر راه شمال بود که از شمال افغانستان ما به کابل رفتیم. پارسال از جنوب رفتیم، امسال از شمال. یعنی تمام افغانستان ما در طی از دو سال
ما رکاب زدیم سرک حلقه وی افغانستان. دیگه این رزوی چندین ساله ما بوده که ما فقط به خاطر نبود امنیت ای ما به زیر رزو خونه رسیده بودیم. به شکر الحمدلله بعد از اینکه امنیت برای به افغانستان آمد از پارسال تا امسال ما تونستیم سرک حلقوی افغانستان رکاب بزنیم و در این را ما نمیگه ما خسته نشدیم، ما مانده نشدیم، ما ورزشکاریم، ورزشکارم خسته میشه، مانده میشه، اما شوق علاقه که برای دیدن مردم افغانستان و خود افغانستان ما داشتیم این خستگی را برطرف میکرد. وقتی که ما به یک دم یک دوکان نمیتونیم گفته یک غرفگاه که استاد میشدیم که تمام سرمایه از او شاید 5,000 یا 6,000 افغانی میبود، وقتی که ما از او 20 افغانی میگفتیم شکر بده برای ما 1 کیلو شکر میداد و پول دیگه نمیگیری به اون 20 افغانی میگفتیم یا آخه زیاد مغز رو بردن نمیتونه، میگفت نه دیگه چیزی از دست ما نمیه، همین یک توفی از طرف ما قبول کنه. مردم افغانستان از پشتون، تاجیک، ازبک، ازاره، ایماق اینا کلگی از اینا رو ما لمس کردیم، بدیدیم خود اینا بششتی، اما کسی بره ما نگفت که تو چره پشتو یاد نداری، تو چره ازبک نی، تو چره ازاره نی. همه با آغوش باز وقتی که میفهمیدم که ما از افغانستانیم و میخواهیم که پیام صلح و همدیگر پذیری به همدیگر برسانیم، مور به آغوش میگرفتم. این چیزایی است که سالیان سال از ما مردم افغانستان استفاده شده به نام زبان و سمت، اما به امی دو سفره که ما رفتیم ما میتونیم گفته که امی سرک حلقوی افغانستان تقریبا نیمه بیشتر از افغانستان ما بگشتیم، خود مردم اینا ارتباط برقرار کردیم و شب و روز خود اینا تیر کردیم. به یک مورد هم ما بر نخوردیم که یک نفر بریم و بگه تو چرا پشتویت نداری؟ بله دیگه این میرسانه که مردم ما یک مردم یک دستی هم فقط یک گروپ خاص میخوایم از این نام استفاده کردن که تا حال هم فکر کنم موفق بودم و از این بعد امیدواریم که موفق نشم و ای آرومی و ای صلح سرتسری پایدار بمونه و افغانستان شاید عبادی شروعی عبادی افغانستان باشه. بله سوالی که میخوایم پرسان بکنم بسیار کوتاه اگر امکانی باشه جواب بدیم، با وجود تمام امکاناتی که امکان داره از وسایل حمل و نقل در دسترس شما باشه، اما باز هم در هر جایی که ما شما رو مشاهده کردیم باز هم به همون بایسکل به همون مقصد و به همون هدف خود روان هستیم. همین وسیله بایسکل ما همین مبارز 18 ساله ما تمام اعضای فدراسیون بایسکل رانی همینه که ما مردم تشویق کنیم برای استفاده کردن از بایسکل. بسیاری از دوستام و از همرکابام و موتر دارن، موترای اینا استاد ترپل کشیده اما بایسکل خور سوار میشه ای طرف و طرف میره. دیگه ای خود از این ما میگیم بلکه باشه یک فرهنگ سازی باشه که همه بایسکل استفاده کنن و همی بعض شرم میدونم بخی استفاده کردن از بایسکل. دیگه در حالی که استفاده کردن از بایسکل چندین فایده داره، متا برنامه های مکرر ای گپ تکرار کردم که یک نفر که بایسکل از بایسکل استفاده میکنه او رابندی ایجاد نمیکنه، او تل نمی سوزانه، موتر خود استهلاک نمی کنه، آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست به وجود نمیاره، رابندان نمی کنه، دیگه به دکتر هم نمیره، سالم هم است، غذا هم برای او مزه میده. دیگه همین کارو همین خوبی ها رو هم با اسکیل دارم و متاسفانه بعضی این شهر رو میدونم، اما من فکر میکنم که کسایی که به مسیرهای کوتاه با موتر استفاده میکنم اون شهر میبرین. بله انشالله که تبدیل به یک فرهنگ بشه و میگه ما از این وسیله استفاده بکنین. جناب فضلی صاحب بدون شک هر شخص اگر بخواهی که برنامه ها و کارکردهای خود منظم تر بکنه و بهبود ببخشه نیاز هست که یک ارزیابی از کارکردهای خود داشته باشه. خود شما اگر قرار باشه پلان ها و برنامه هایی که دارین بررسی بکنین چند نمره به خود میدین؟ فدراسیون بایسکل رانی ولایت هرات یکی از معروف ترین فدراسیون های
ورزشی افغانستانه. چرا که اول ما از مرکز دور افتادیم، تا وقتی که سفرهای ورزشی بود خیلی با ندرت، حتی میتونم هیچ سفر خارجی بچه‌های فدراسیون بسکرانی از طریق مسابقات المپیک افغانستان نداشته. چرا که امو زدبندای در مرکز هست که او هویدای به همه ورزشکارا. دیگه ما هم هرچی تلاش خور کردیم متاسفانه نتونستیم که این رابط ایجاد کنیم. خودی از اینا که ما اصلا فدراسیون بسکرانی به یک راه دیگه روان بود و المپیک همو وقت به یک راه دیگه که اونا فقط به من فکر همو سفرها خارجی بودم که ما با می سفر بریم و فکر نتیجه از او نبودن. اگه می بودن خود یک ورزشکار 20 نفر هیئت نمی رفت، یک ورزشکار 20 نفر هیئت به یک سفر خارجی که این فسادایی که به اداره ترور بدنی هم وقت بودک مار معروم از این سفرها کردن. و در خود ولایت هرات چیزی که در توان شخصی خود بچه‌های بسکرانی و هماهنگی خود ما بود، ما از این دریغ نکردیم. ما از وقت خو، از جان خو، از تمام امکاناتی که بعد برای خود میساختیم به ورزش تیر شدیم. و یک چیز هویدای برای همه از این چیز. ما چندین بار، چندین دفعه ما از امی اعضای فدراسیون خواهش کردم که امسال 18 سال شده از فدراسیون بسکرانی که تأسیس شده و مؤسس از بودم، ما تقاضا کردم که ما یک نفر دیگه بیم این مسئولیت بگیرین، من پهلوی شما هستم، اما قبول نکردم. دیگه ما چیزی که توان ما بوده ما او را انجام دادیم، اما ما به خود نمره داده نمیدانم. چرا که من هنوزم میفهم که خیلی کمتر کار کردم. به عنوان آخرین سوال جناب فضلی صاحب، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امروز اینجا می بودن، این برنامه های کارکردها، تلاش ها و زحمات شما رو می دیدن، چه دید و چه نظر داشتن نسبت به این برنامه ها؟ چگونه ارزیابی میکردن شما؟ واقعا سوال کردم که ما خیلی خورخورتر از این میبینیم که هیچ اصلا گلون مقدر کرده چیزی گفته نمیتونم. به ما تا حد توان در برنامه خو شکر الحمدلله از چوکات دین مقدس اسلام نخواستیم که بیرون بشیم. اگر میخواستیم که بیرون بشیم، ما خیلی کارهایی که به تمام دوستای امرکاب و ما و جامعه ورزشی ما هویدایی که ما از خیلی منفعتا تیر شدیم به واسطه اعتقادات ما. دیگه ما کوچکتر از اینیم که ما نظری بودم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی دیدی داشت بودم. کوشش کردیم که تا حد توان ما پیرو و رهرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم و فدراسیون بسکرانی در چوکات دین مقدس اسلام و حدیث نبوی از چوکات از این ما بیرون نشیم. کوشش ما همی بوده که فکر کنم که تا حال به می سفرهایی که ما رفتیم، به می جای ما رفتیم که همی سفر آخری تمام خود هر کس که مشوره میکردیم میگفت نه این را امکان نداره شما با بسکل بریم، اما شکر الحمدلله با قوت خدا و به نظر پیامبر که ما از او یک سانتم یک لازم چیز قافل نبودیم، همین سفرها رفتیم و همین چیزی به جلوی رو ما بندش نمود. دیگه
بسیار تشکر میکنم از شما جناب فضلی صاحب، به پاس این زحمات و تلاش های صادقانه شما این لوحه تحسین از طرف تلویزیون اصلاح و برنامه تسنیم تقدیم شما میشه. تشکر از شما و از تلویزیون خوب اصلاح که قابل دانستند و ایر بریم و ادا کدم. خیلی تشکر، زنده باشید. سلام علیکم. از جمله بهترین خصوصیات دیگر افراد صادق و درستکار مسئولیت پذیری است. وقتی مسئولیتی به اونا سپرده میشه، اون مسئولیت خود را به درستی و خوبی انجام میدن و میتونن الگویی برای سایر افراد باشن. چقدر خوبه که از جمله افرادی باشیم که این ویژگی های خوب در وجود ما دیده بشه.